هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک شما بینندگان گرامی برنامه بازشناسی باورها در روز پنجشنبه سوم خرداد ماه برابر با 23 ماه می در خدمت شما هستیم. هفتمین برنامه از مجموعه برنامه هایی که پیرامون مبانی فهم سیاست ورزی و سیاست گذاری رژیم جمهوری اسلامی هست رو در خدمتون ارائه. هدف از این برنامه ها شناخت یک الگوست، یعنی یک فرایندی که تقریبا ثابت و مداومه و رفتار یک موجود، یک حزب یا یک سیستم یا یک رژیم در درون او قابل فهم. این منبعث از شناخت ایدئولوژی اون رژیم هست، البته اگر رژیم های ایدئولوژیک باشه یا حزب بر اساس اون مرامنامه یا اصولش، و یک موجود یا بگیم انسان یا حیوانات بر اساس تجربیاتی که ما از رفتار اونها داریم. این موضوع به ما کمک میکنه که پدیده‌های مستحدث و جدید رو در درون اون قابل فهم کنیم. بیایید با ذکر یک مثال مسئله رو پیش ببریم. اخیراً دیدید رئیس جمهور جمهوری اسلامی در سقوط یک هلیکوپتر از بین رفت. با توجه به شناختی که افراد از این رژیم دارن، گزینه‌هایی رو مطرح می‌کنه. از جمله حذف این شخص به دلیل اینکه ممکنه شایبه رقابت برای کسب منصب رهبری مطرح باشه. اقدام کشورهای دیگر منطقه که این رژیم با اونها ادعای دشمنی داره مطرحه. ناکارآمدی این رژیم در تخصیص منابع لازم برای اینکه یک هلیکوپتر سالم حداقل در اختیار رئیس جمهور قرار بدن قابل فهم، و کمترین حالت به جایی میره که مردم احساس بکنن که خب یک حادثه طبیعی رخ داد. دلیلش چیست؟ دلیل اینه که الگوی رفتاری رژیم در گذشته و حال نشان دهنده اینه که شما برای تبیین این پدیده ها به اون الگوها مراجعه میکنید. برای شما عجیب نیست رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامی ناگهان در استخر از بین بره، یا یکی از بلندپایگان رژیم ناگهان در کمال صحت و سلامت با یک بیماری عجیب و غریب از بین بره، مثل اونهای احمد خمینی. این برمیگرده به اون ایدئولوژی، به درون مایه و الگوهای رفتاری که حتی خودی ها رو حذف میکنه. در برابر نیروهای مخالف چگونه ترور میکنه یا از ابزارهای خاصی استفاده میکنه. این برای ما بسیار کمک کننده است، در تحلیل ما بسیار کمک کننده است. یعنی یک تحلیلگر وقایع سیاسی اگر یک رژیم رو نشناسه، مبانی رفتاریش رو، سیاست گذاریش رو نشناسه، خب تحلیلی که از یک واقعه به دست میده نادرسته. یعنی اگر شما همین واقعه کشته شدن ابراهیم رئیسی رو ببرید مثلا به یک شخصی که در یک فرهنگ دیگری است، نشان بدید میگه خب احتمالاً یه حادثه طبیعی بود. اما در درون رژیم های توتالیتر که رژیم های وحشتن، به دنبال حذف تمام عناصری میگردن که میتونه برای حاکمیت خطرناک باشه، چون این وقایع عادی نیست. ممکن هم هست عادی باشه، اما کمترین احتمال بر اون میره. چرا؟ چون مبانی فهم چنین رژیمهایی الگوهایی رو به دست میده که ما وقایع آینده رو هم در اون تصویر میکنیم. پس بسیار مهمه مبانی یک اندیشه، مبانی یک فهم، مبانی یک ایدئولوژی، چون کمک میکنه به تحلیلگران که برای تبیین بهتر یک پدیده سعی کنن این جنبه های ایدئولوژیک و رفتاری که در درون اون رژیم قابل شناسایی هست رو
مد نظر داشته باشن و یک تحلیل واقع بینانه به دست بدن. برای همین وقایعی که بعضا ممکنه از سوی تحلیلگران غربی عجیب به نظر برسه، در قرن کنونی از درون اون ایدئولوژی عجیب و غریب نیست، میتونه رخ بده. به همین دلیل ما سعی کردیم ابتدا شروع کنیم مبانی سیاسی و اون ایجاد کننده مؤلفه ها و عناصری که فرهنگ سیاسی این رژیم رو میشناسه به ما معرفی میکنه، مثل دین رو مورد شناسایی قرار بدیم، بعد نگاه ایدئولوژیک به این مسئله داشته باشیم و امروز این بحث رو ادامه خواهیم داد و نشان بدیم که وقتی یک ایدئولوژی که این رژیم بر پایه اون قدرت گرفته در حال تولیده، چه ویژگی هایی داده، چه ابزارهایی داره و چه مشخصاتی سعی میکنه بهره بده. یک ایدئولوژی که از دل وقایعی بیرون میاد که مربوط به یک زمان خاصی است، عناصر خاص خودش رو هم در درون خودش پرورش میده. این رژیم از انقلاب بیرون آمده. یک ایدئولوژی انقلابی ویژگی های خاصی داره. درسته که از مذهب تغذیه میکنه، اما یک ویژگی هایی رو در اون فرایند به اون میده که شکل خاصی بهش بخشیده میشه. به عنوان مثال، یک ایدئولوژی انقلابی اولین کاری که میکنه هویت بخشی است. دین هم این کار رو میکنه، ایدئولوژی هم این کار رو میکنه، اما ایدئولوژی انقلابی به دنبال اینه که یک هویت انقلابی هم به مردم بده که در حالت عادی متفاوته. یک ایدئولوژی انقلابی اهل گفتگو نیست، شور و اشتیاقش بالاست. آدمی که از انقلاب برمیاد یه آدمی نیست که به نوعی اهل مدارا، تساهل، گفتگو باشه. نه، میخواد همه چیز رو از بین ببره، میخواد یک طرح جدیدی بیاره. شما به تصاویری که در ابتدای انقلاب 57 است نگاه بکنید، هر کی قدار کشتره انقلابی تره، هر کی چهرهش، سبک گفتارش نزدیک به اون ایدئولوژی انقلابی تره. در اون زمان افرادی مثل بازرگان ها که اینا میانه روتر بودن و میگفتن لیبرال، اینا انقلابی نیستن، اینا لیبرالن، اینا به درد انقلاب نمیخورن. انقلابی یعنی بکشه، بزنه. دیدید وقتی زمان ارتش رو اعدام میکردن، یه عده تازه میگفتن آقا این 4-5 نفر کمن، برید بیشتر اعدام کنید. انقلاب یعنی گیوتین، انقلاب یعنی کشتن. انقلابی بودن یعنی که شما به ظن این که انسانی ممکنه حالا در یک زمانی در مدرسه‌ای در جایی یک سلامی خوانده، سرود شاهنشاهی خوانده یا هر چیزی، او رو بگیرید اعدام کنید. بنابراین یک هویت انقلابی هم میده که بسیار مهمه. همین مسئله فهم خشونت ابتدای انقلاب رو برای ما آسان میکنه که چگونه شما در درون اون رفتارها میتونید ببینید. شما یه قاضی که اهل مصالحه باشه بیاد بسنجه، بگه خب بله این آقا حالا در رژیم گذشته بوده، شرایط اقتضا میکرده، هر حال کارمند بوده دیگه، بریم بررسی بکنیم شاید عفوی، بخششی، گذشتی. نه، ایدئولوژی انقلابی دادگاه انقلابی میخواد، دادگاه انقلابی قاضی انقلابی میخواد. به همین دلیل خلخالی به اوج میرسه. فهم این که خلخالی در انقلاب قدرت داشت در اینجاست. اینکه بعدها مغضوب شد کنارش گذاشتن، در جایی که آرام آرام فرایند انقلابی وقتی فروکش میکنه، یک مقدار از اون شور و شوق و انبا و اقسام اینها کاسته میشه، ملاحظات مملکتداری و خردورزی و اینها کمی افزایش پیدا میکنه. برای همینه که در دورانی که بحبوحه انقلابه، دیگه سخن خردمندان شنیده نمیشه، سخن میان روها شنیده نمیشه.
جالب اینه که حتی اونها رو متهم به مصالحه میکنن. یعنی کسانی رو شما فرض بکنید 20 سال نظریه پردازی کردن در مورد اینکه این رژیم باید برود. حالا این رژیم داره میرود. اگر کسی بگه دادگاه عادلانه میخواین، افراد نباید بی جهت اعدام بشن، نباید اموال هر کسی بی جهت مصادره بشه، میگن تو خیانت داری میکنی به. پس هویت بخشی انقلابی یک ویژگی مهمه. اینجا قابل فهم میشه که چگونه اون خشونت ها رو ما داریم میبینیم. این هویت جدید دشمن نمیخواد. مثلا انقلاب فرایندی است که شما باید دشمن بسازید، یعنی رژیم حاکم باید دشمن شما باشه، وگرنه با دوست که انقلاب نمیکنه. این دشمن سازی باید به نحوی باشه که آشتی ناپذیر هم بشید. تفاوت انقلابی با اصلاحاتی در همین جاست. یعنی وقتی میخواد بگی کی اصلاح طلبه، در اینجاست که اون اصلاح طلب میگه آقا درسته من با این رژیم مشکل دارم، اما میشه باش آشتی کرد. حالا یه بخشی از قدرت رو ما بگیریم، یه بخشی رو هم بدیم به اونها، در واقع در بازی قدرت به ما هم سهم بدیم. اما یک نیروی انقلابی اینطوری نیست. یک نیروی انقلابی دشمن که هست هست، اما کاری میکنه که اون نیروهای انقلابی آشتی ناپذیر باشه، ایدئولوژیش آشتی ناپذیر باشه، سعی میکنه اینا تئوریزه بکنه. اینا تئوریزه شد، حالا شما بخواید بگید آقا کمی سکوت بکن، حالا این آقا اشتباهش رو پذیرفته، دیگه مردم قبول نمی کنن. ببینید شما در زمان قبل از انقلاب 57، خب شاه مملکت آمد گفت آقا من پیام انقلاب شما رو شنیدم، قول میدم که دیگه استبداد نباشه، فساد نباشه، یک دولت ملی بر سر کار بیاد، اما مردم گوش ندادن. دلیلش چیست که مردم گوش نمیدن؟ دلیلش که دیگه دیر میشه، به سمت یک آشتی ناپذیری جلو میره اون ایدئولوژی. یه آدم عاقل که نگاه میکنه میگه خب بر این آقا پذیرفت، میگه دردتون چی بوده؟ اما مشکل بر سر اینه که او از زاویه دید خودش و امروز داره نگاه میکنه میگه آقا پذیرفت، اما در اون شرایط وقتی قرار میگیری اصلا این حرفا گوش کسی بده کار نیست. چرا بختیار رو متهم به خیانت کردن؟ همون دار و دسته و دوستاش. خیلی مسئله مهم نیست. یعنی گزاره ها و این آجرهای این ساختمان رو شما میخواید ببینی، در این راستا در این الگو قابل فهمه. یه ایدئولوژی قبلا شکل میگیره، مردمی رو با هویت جدید میسازه، یه دشمن هم میسازه به نام شاه که شاه باید برود، و بعد فرایند تبدیل میشه به فرایند آشتی ناپذیری. حالا شاه اگه عقب نشینی هم بکنه میگن این ترفنده، این دروغه. دو تا آدم عاقل هم اگه این طرف باشه بگه آقا نباید ساختارا رو به هم بزنی، بریم با این آقا صحبت بکنیم که تو سلطنت بکن، چیکار به کار مملکت دادی، مجلس و اینا رو بذار کار خودشون باشه، میگن نه تو هم داری خیانت میکنی به آرمانهای انقلاب. همین دلیلی که در فرایند انقلابی اون ایدئولوژی دیگه تبدیل میشه به حکومت بر توده ها، دیگه مردم گوش نمیدن. آرن تعبیری به کار میبره جنون جمعی، دیگه در اون همهمه اصلا عقل معنی نداره. شما یک انسان رو در نظر بگیرید در حالتی که تنها نشسته، وقتی با او صحبت میکنید او ممکنه نظر خودش رو بگه، اما حالا فرض کنید او رو بذارید در یه جمع 10 نفره، 9 نفر برخلاف او نظر بدن، دیگه اون با قاطعیت حرف نمیزنه. نظر اون 9 نفر در فرایند روانی بر روی این شخص اثر میذاره، یعنی بر اون چیزی که باور داره تشکیک میکنه. حالا اون 10 نفر رو بکنید 10,000 نفر، دیگه جرأت نداره، یعنی اصلا میترسه، میگه آقا این همه دارن میگن اینجوری، من بگم نه. در فرایند انقلابی
وقتی مردم شعارهایی رو میدن، حالا من عرض خواهم کرد، دیگه صحبت هایی که دو نفرم شنیده نمیشه. اینکه یه عده‌ای آمدن گفتن خانومی بوده مهشید امیرشاهی، مصطفی رحیمی یا افراد دیگر که گفتن آقا نزنید ساختارها رو به هم نزنید، رو حرفشون شنیده نمیشه، چون دیر شده. یک سیاستمدار باید فهم کنه وقتی عقل مردم دیگه از بین میره، یعنی گوششون دیگه میره در درون اون ایدئولوژی انقلابی، دیگه شما نمیتونی بیرونش بیاری، خیلی دشواره. هر چقدر بیشتر سرکوب کنی اون ایدئولوگا میگن بفهم، دیدی، یعنی بیشتر اون چاله رو تبدیل به چاه میکنی. به همین دلیل سیاستمداران و حاکمان باید زمانی که هنوز دیر نشده اقدامات لازم رو انجام بدن. اگر فرایند انقلابی بودن تبدیل به توده سازی بشه که یکی دیگر از کارویژه های ایدئولوژی انقلابی است، دیگه کار تمامه، عملا کار تمامه. این آشتی ناپذیر هم شدیم. خب فرایند بعدی که الان عرض کردم توده سازی، یعنی امت حزب الله، امت اسلام، حالا هر اسمی که کار رو توده ها بذاری، مستضعفان، دیدی اینا توده ها مستضعفان، اینا مستضعفان، اونا مستکبر. در این فرایند توده سازی، خب توده ها حرف گوش نمیدن. مثلا اساس توده ها یعنی همین. دیگه آرنت تعبیر جالبی داره، میگه شما هنر در واقع اینه که شما عقیده ای رو از توده ها بگیری، نه اینکه عقیده ای به توده ها بدی. چون توده ها، مقصود آرنت اینه که کسانی که قوه خرد و عقل دیگه اونقدر قدرت نداره که در برابر وظیفه شور و اون حل شدگی فکری در ایدئولوژی بچربه. ما امت داریم، امت اسلامی. کار یک روشنگر چیه؟ باید این عقیده های باطل رو از او برداره. از کار بازشناسی باورها کارش چیه به نظر شما؟ چرا ما از عنوان این برنامه بودیم بازشناسی باورها؟ چون همین حرفی رو میخوایم بزنیم که آرنت داریم، میگه هنر این نیست که تو یه عقیده‌ای به توده ها بدی، هرچی بگی توده میپذیره، یه شعار هم بدی توده با حقیقت میدونه، اون هنر نیست. گرفتن عقیده از توده ها هنره. یعنی وقتی خمینی اون جمع رو میبینه داره به اونا شعار رو وعده و وعید میده، این هنر نیست. هر کسی هم هورا بکشه مردم باور میکنه. هنر اون کسیه که بیاد و جلوی خمینی یا افراد دیگر بگه آقا این حرفش غلطه ها، این ادعایی که میکنه صادق نیست، کاذبه، این وعده ای که به شما میده محقق نمیشه. این هنره. امروز هم داستان همین. توده ها چیزهایی میخوان، بله خیلی چیزها میخوان، اما بخشهایی از اون غیر عقلانی است. حالا چرا آرنت رو مثال زدم امروز؟ به دلیل که آرنت هم داره در یک فضایی زندگی میکنه که شما آلمان نازی رو میبینید. از کتاب های آرنت در مورد همین مسائله که چرا ملت آلمان این کار رو کرده، چرا در شوروی کمونیستی این فجایع رخ داده. او آمده بازشناسی کرده یک فضای تودوار در درون یک رژیم توتالیتری مثل آلمان نازی، البته شوروی کمونیستی هم همینطور، ایتالیا فاشیستی هم، به کشور ما نگاه نکرده، اما الگوها شبیه همه، الگوها شبیه هم، هرچند مناسبه با فرهنگ جوامع هم ساخته میشن. شما نمیتونی با ایدئولوژی که در شوروی کمونیستی بود مردم ایران رو توده سازی بکنی، اما از عنصر دیگه استفاده میکنی و اون دین اسلام که زمینه هاشو داره، زمینه های توتالیتاریسم رو اسلام داره. حالا یک رهبر عوام، عوامگرا، پوپولیست میاد بر مسند مینشینه، دیگه نمیاد بگه کارگران جهان متحد شوی، نه، میگه مستضعفان متحد شوی. مستضعف و کارگر بدیل همه، اما در دو جامعه متفاوت که مردم اونو فهم میکنن، اما الگوهاشون یکیه.
یعنی یک انسان پوپولیست که در مقام رهبری قرار میگیره وقتی میخواد بر جامعه سوار شه از اون عناصر فرهنگی اون جامعه استفاده می‌کنه. ملیون متحد شوید، آریایی ها متحد شوید، کارگران متحد شوید، همین. خود رو جای خلق جا زدن. دیدید مجاهدین خلق وقتی پیام خلق قهرمان ایران، مگه تو نماینده خلقی؟ اما میخواد خودش رو نماینده خلق. اینا خطرناک. سوار شدن بر موج پوپولیسم، من خودم رو نماینده ملت بدونم، نماینده امت بدونم، نماینده کارگران جهان بدونم، خب همه توده بشن که بتونم به راحتی بر اونها خونم. از توده سازی یک الگوست. حالا عناصری که این توده سازی رو محقق میکنه متنوع در بین جوامع و عناصر دینی، فرهنگی، تاریخی، سنتی، خیلی عناصر دیگه معلوم. وقتی توده شکل گرفت دیگه نمیشه اونها رو به سادگی بیرون آورد. خیلی زمان میبره. یک ایدئولوژی انقلابی وقتی توده سازی کرد بلافاصله سعی میکنه در درون اون توده سازی یه وعده وعیدهایی بده. یکی از ویژگی های ایدئولوژی های انقلابی شعاره. در حالت عادی خب شعارها رصد میشه، یعنی وقتی من بیام، فرض کنید الان حالت عادی است، در یک جامعه دموکراتیک حالت عادی است، من بیام وعده بدم به همه افراد بالای 18 سال خانه میدم، خب کارشناسان نظر میدن، میگن این سلیمان این مزخرفات چیه سر هم میکنی، دلیلش کجاست، بودجت کجاست، طرحت کجاست، از کجا میخوای بیاری که به بالای 18 سال میخوای خانه بدی؟ 20 میلیون ما بالای 18 سال داریم بر فرض، تو با چه بودجه‌ای میخوای نفر رو صاحب خانه کنی؟ ما حالا برگردید به دوران انقلابی. وقتی من میگم همه شما صاحب خانه میشید، هیچ کی سوال نمیکنه. چرا؟ چون دیگه حالت خیرت ورزی و پرسش و پاسخی معنا نداره. اینجا جای وعده است. هرچه وعده بزرگتر، توده ها خوشحالتر. دیدید دیگه خمینی شکایت میکنه با شما. آب و برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم، همه رو صاحب خانه میکنیم، این حرفا که میزن. چند تا عاقل تو اون جامعه بود که برگرده بگه آقا چجوری؟ با چه بودجه‌ای؟ اوقاف را به ما بدید، همه مردم رو ثروتمند میکنیم. کسی هم سوال نمیکنه. خبرنگارایی که اون زمان بودن گهگاهی گزارشاتی دادن که به محضر امام تشریف بردن، نمی آمدن بگن آقا چون می گفت، آقا تو سوالی کردی بپرس چجوری امام، مثلا برنامه داری به ما بگی؟ نه اصلا مهم نیست. یک رهبر پوپولیست این شعارها رو می ده. 5 سال دیگه میشیم ژاپن، 5 سال دیگه میشیم امریکا، 5 سال دیگه میشیم ابرقدرت جهان. همین شعار پوپولیستی است. با کدوم بودجه؟ با کدوم طرح؟ یکی از دلایلی که رژیم های ایدئولوژیک شکست میخورن به خاطر دروغ های زیادی که میگه آی تیسمننو، میگه رژیم های کمونیستی به خاطر اون دروغ های عیانی که میگفتن از بین رفتن. یکی از دلایلش اینه. هی وعده میدید 5 سال دیگه همه ما کارگران میشیم آدم های خوب، امام بیاد درها باز میشه، همه با هم خوبیم، همه خوشیم، چه زندگی خواهیم داشت. این تعابیر بود اون موقع وجود داشت. امام بیاید نمیدونم با آن چیشی، این شعرهایی هست ما بعد مفتزه و مبتزله. این نشانه همون توده سازیست، شعار زدگیست. وقتی توده توده شد دیگه عقل و خرد معنا نداره، شما در مقام رهبر میتونید هر وعده احمقانه ای رو هم به اون مردم بخند. مگه تا در زمان جنگ هم اینو دیدی چه اندازه سیاست گذاری های شعارگونه سبب شد جوانان این مملکت کشته بشه. آقا برید مثلا 2 سال دیگه میرسیم کربلا، از 2 سال بعدش هم میرسیم قدس،
قدس رو آزاد میکنیم، بعدم که چه بسا رفتیم واشنگتن رو هم حسینیه کردیم. دیدید دیگه دکترهای جمهوری اسلامی بدون اینکه اصلا الگوی درستی داشته باشن، مناسبات جهانی رو فهم کنن، میخوان واشنگتن کاخ سفید رو بکنن حسینیه. حالا امروز خیلی بحث از آرنت پیش آمد، ذهنم باز از او یاری میگیره. آرنت وقتی به آلمان نازی نگاه میکنه یه نکته جالبی میگه، میگه اینها خب رهبرانی هستن در درون ایدئولوژی و برای تحقق ایدئولوژی تلاش میکنن، اما مسئله بر سر اینه که هیچ وقت لحاظ نمیکنن که آیا داشته ها و توانایی های ما میتونه کمک بکنه به اون وعده ای که داریم میدیم. میگه در آلمان نازی داستان همین، سرباز نداشتن، باز به دنبال باز کردن جبهه های جدید جنگ، ادوات رزمی و زرهی و نظامیشون از بین رفت، باز دنبال حمله کردن به شوروی و جاهای دیگه بودن. آجر و سیمان و انواع و اقسام اینا نداشتن که سنگر بسازن، باز به دنبال این بودن که به ساختمون های عجیب و غریب در اون شهرهای تبلیغاتی مو بسازن. جمهوری اسلامی هم داره همین کارو میکنه. یعنی اگه بخوایم فهم کنید که اینا بودجه ندارن چرا به حزب الله کمک میکنه، مردم گشنن چرا به حماس کمک میکنه، چون برای این اصلا اینا قابل فهم نیست. مثلا الگوی رفتاری اینا مثل همون هیتلره، مثل موسولینیه. شوروی کمونیستی مردم رو میدید بدبختن، موشک هوا میکنه، پول نداشتن خودشون بخورن، به کوبا وعده میداد نیشکر ما میخریم. در داخل این همه فساد و مشکلات داشتن، به کشورهای آفریقایی کمک میکردن که مثلا بگم بفرمایید کمونیسم فراگیر شد، 50 تا کشور کمونیستی شدن. خوب دقت کنید تمام این الگوها شبیه هم، عجیب نیست برای کسی که فهم فلسفه سیاسی اینا رو بدونه، اصلا عجیب نیست، اما برای کسی که ندونه عجیب. یا خب مردم ما فقیرن، شما چرا به فلسطین کمک میکنی؟ ماشین دو تا هلیکوپتر درست حسابی ندارید، چرا انقدر پهباد میفرستین بر اون بر؟ حالا پهباد هم نداشتن که اون ابراهیم بدبخت رو پیدا کنن در آتیش. از ترکیه که آمد حداقل یک گشتی که اونجا یه آتیشی هست، ابراهیم هم از آتش بیرون نیام، برید پیداش کنید جنازش. دو تا هواپیمای سالم ندارن مسافرهای مملکت بتونن دو تا شرکت هواپیمایی برن، اما موشک می‌سازن. این دقیقا فهم همون رفتار خدمتگزاران ایدئولوژیه، چون به دنبال یه هدفی هستن، اصلا براشون نوع دیگری از پدیده ها معنی نداره. که آقا شما دولت، شما دولتی نیست که اومده برای مردم کار کنه. میگه نه اصلا مردم کاری نداریم، دولت ما اومده یک آرمان جهانی رو محقق بکنه. بذارید من یک مطلبی که آماده کردم و بخونم از خامنه ای، یه مقدار فهم میکنیم مسئله اینکه چطور حاکمان ایدئولوژیک اصلا به پدیدار نگاه میکنه. خامنه ای در کتاب سیره نبی اکرم یک نکته میگه که برای فهم این مسئله به ما کمک میگه. قدم بعدی تشکیل حکومت است، اما تشکیل حکومت هدف نیست. نکته اساسی اینجاست، تشکیل حکومت برای تحقق آرمان هاست. در واقع ما در فقه یک مسئله داریم به نام قاعده ملازمه یا تلازم، یعنی اگه نتیجه امری واجبه مقدمش هم واجبه، چون شما برای رسیدن به نتیجه باید اون مقدمه رو بگذرونید. سید علی خامنه ای در اینجا داره میگه اصلا حکومت هدف نیست، حکومت وسیله است. وسیله یعنی شما به واسطه اون به یه جایی برسید، به یه چیزی دست پیدا کنید. میگه وسیله، وسیله ارتباطی من با شما مردم چیست؟ اینترنت و دستگاه هایی که صدای من رو به گوش شما میرسونه وسیله است، ما هدف نیست. هدف چیه؟ هدف شنیدن صدای من، ارتباط من با شماست. سید علی خامنه‌ای داره میگه حکومت اصلا هدف نیست، وسیله است.
اما وسیله برای چی؟ برای آرمان ها. یک حاکم ایدئولوژیک اینجوری نگاه میکنه، یعنی آرمانی وجود داره، حکومت وسیله اونه. خب تا اینجا ایرادی نداره. بله، حکومت ها وسیله تحقق ارزش ها هستن، مطالبات هستن، آرمان ها هستن. مشکل و ادامه داستان، اگر حکومت تشکیل شد ولی در جهت تحقق آرمان ها پیش نرفت، حکومت منحرف است. این یک قاعده کلی است، این معیار است. ممکن است تحقق آرمان ها سالها طول بکشد، موانع و مشکلاتی بر سر راه وجود داشته باشد، اما جهت حکومت، جهت و سمتگیری این قدرتی که تشکیل شده است، حتما باید به سمت آن هدفها و آرمانها و آرزوهایی باشد که شعار آن داده شده است و می شود. حالا آرمانش کجاست؟ و در متن قرآن و احکام اسلامی وجود دارد. یه بار دیگه این جمله نگاه بکنید. حتما باید به سمت آن هدفها و آرمانها و آرزوهایی باشد که شعار آن داده شده است و داده می شود و در متن قرآن و احکام اسلامی وجود دارد. اگر در آن جهت نبود، بلا شک حکومت منحرف است. در صفحه 34 و 35 کتاب سیره نبی اکرم از سید علی خامنه‌ای. یعنی مقصودشون چیه؟ حکومت منحرف حکومتی است در درون دستگاه فکری که اون ایدئولوژی و ارزش ها رو پاسداری نکنه. حالا ارزش ها و ایدئولوژی از کجا بگیریم؟ از قرآن و احکام دینی. پس میبینید وقتی میگید قرآن رو تعطیل کنید به مردم برسید، یعنی این منحرف. مثل میگید احکام دین رو تعطیل بکنید به احکام عقلای جامعه نگاه بکنید، یعنی منحرفی، چون حکومت اسلامی برای این نیومده. ارزش ها و شعار ها در درون یک متن وجود داره. این متنه که به شما میگه که چیکار باید بکنید چیکار نباید بکنید. حکومتی که در اون راستا نباشه منحرفه. رو متوجه شدید راه ما و سید علی در کجا جدا میشه؟ در جایی که او مسیر اسلام رو پیش گرفته که حکومت دینی برای اجرای احکام دین باشه، ما یک مسیر دیگر انتخاب کردیم که حکومت برای این است که مردم رو به خیر و سعادت برسونه با استفاده از مطالبات خودشون، ارزش‌های مطلوب خودشون، نه ارزش‌های دینی، نه ارزش‌های قرآنی، نه ارزش‌های سنت نبی. اینجاست که فهم رفتار سید علی خامنه‌ای برای ما آسان میشه که اون چرا تو خیابان داره زنای مردم رو کتک میزنه، گشت ارشاداش واسه چیه. یه عده فکر میکنن که ایشون با مردم بد است، کینه دارن. نه عزیزم، کینه کجا بوده؟ کینه سید علی به مردم بر سر اینه که شما منحرفی. اگه در آلمان نازی هیتلر با آلمانیا بد بود، میخواست کشورش ویران بشه؟ نه، او فکر میکرد داره راه درست رو میره. حالا سید علی خامنه‌ای اینجا ارجاع میده ما رو به یک متن ایدئولوژیک به نام دین، حالا بگیم قرآن سنت. این هیتلر میبره به یک مسئله تاریخی، بحث نژاد رو مطرح میکنه، یه بحث طبیعی رو مطرح. لنین ما رو میبره به یک بحثی در حوزه گروه های اجتماعی، طبقات اجتماعی مثل کارگران، به گذار تاریخی که کارگران همیشه در طول تاریخ استثمار شدن، استعمار شدن، به خودآگاهی نرسیدن. مقصرش کیه؟ طبقات سرمایه‌دار، دارندگان ابزار تولید. اونا رو باید از بین ببریم. پس مهم این نیست که هیتلر از بحث طبیعت یعنی نژاد استفاده میکنه، که حالا کاری هم نداریم که اساسش غلطه، اما سید علی از دین استفاده میکنه، لنین، استالین و دیگران از طبقات استفاده میکنه. تفاوت بین بنیان در این نیست که
عملکردشون متفاوت باشه. نه، همشون جامعه رو بدبخت میکنه، چون یک فرایندی رو در ذهن خودشون اصل قرار دادن، اون حقه، اون درسته، بدون خدشه است، بنابراین جامعه رو باید منطبق با اون بکنه. نزاع طبقاتی چیزی نیستش که از نظر کمونیستا و مارکسیستا و لنینیستا چیز بدی باشه، اصلا این حقیقت میدوننش. صد تا شاهد تاریخی هم براتون میاد، به جنبه های دیگرش نگاه نمیکنن، همونا رو میاد. مغالطه خدمت به خود یعنی همین دیگه، اون چیزایی که مربوط به شما هست برجسته کنید. سید علی خامنه ای اسلام رو میاره جلو، شاهد میاره، آقا نگاه کنی اسلام چقدر بزرگ بود در زمان پیامبر، در زمان عمر چقدر توانستیم دنیا رو بگیریم. برگردیم همون قرآن، برگردیم به حکومت دینی. در نتیجه شما با یه فرایندی رو بلویی که نتیجهش همون جنون جمعی است، سرمایه گذاری کردن بر روی بدبختی است، و ما این کار کردیم. و این رو میگیم که از این چاله اگر بیرون آمدیم در یه چاه دیگری نیفتیم. هر کجا پوپولیست ایجاد شد، توده سازی ایجاد شد، در مفاهیم مختلف باید گوش به زنگ بود. سرنوشت کشورهای دیگر رو نگاه بکنیم، چه چیزی سبب شده که نتیجهش بدبختی همه ما باشه، اما راهاشون یکی از دین میگذره، یکی از بحث نژادگرایی میگذره، یکی از بحث‌های طبقاتی و اقتصادی جامعه. پس ایدئولوژی انقلابی فضا رو به سمت پوپولیسم میبره. رهبر پوپولیست که رهبر انقلابی است، خودشو نماینده جامعه میگه، نماینده توده. دیدید خمینی چی میگه؟ من توی دهن این دولت میزنم. چرا؟ به خاطر اینکه مردم مرا به رهبری قبول دارند، تو دهن این دولت میزنم. یعنی خودشو نماینده کل ملت میگه. بعد سعی میکنه ساختارها رو از بین ببره. رهبران پوپولیست کارشون همین، صدای ملت تو خیابونه. مجلس نیاز نیست، احزاب نیاز نیست، تنوع و تکثر نیاز نیست. رهبران پوپولیست چیکار میکنن دوستان؟ دیدید خیلیشون تو بالکن ها هست، دست تکان میدن، تو جامعه عمومی میان، این خیلی عزیز، چون میخوان خودشون نماینده مردم بدونن. یک فرد پوپولیست طرق ساختاری و عقلانی رو اصلا قبول نداره، میگه اینا مانع، مجلس مانع است، تحزب مانع، تکثر در اون جامعه مانع است، نمیذارید من کار کنم. ببینید مردم شعار میدن منو میخوان، حالا غالبا هم مثلا 40-50 نفر رو میارن نشان میدن، میگن بفرمایید، دیدید ایشون سلیمانی رو فریاد میزنه، بعد اون طرف هم سلیمانی بلند میشه میگه بفهمه، نگاه کنید مردم ایران همه منو میخوان. اومبرتو ایکو در فاشیسم ابدی یه تعبیر جالبی داره، میگه که دورانی گذشته که یک نفر بیاد تو بالکونی و دور میدونی و اینا ما رو گذشته بود، امروز از طریق رسانه ها این کار رو میکنه. کلیکای میبینی تو این فضا، مثلا یه استادیوم فوتبال یه چهار نفر شعار میدن به نفع حالا فلانی، میگم بفهم، ببین 90% مردم سلیمانی رو میخوان، در حالی که جامعه 80 میلیونیه. این سوار شدن بر توده هاست، بر پوپولیسم، خود رو نماینده ملت، مظهر ملت جا زدن، بعضا هم القاب و عناوین درست میکنن. پوپولیسم دوست نداره که به او بگی مثلا نخست وزیر، یعنی چی؟ به من بگید پیشوا، به من بگید امام، به من بگید آریامه، خورشید آریایی، اینجوری لقب به من بدید، دوچه. دیدید دیگه اینا القاب پوپولیستی است.
همش هم ساختگیه، یعنی از دل مردم بیرون نمیاد. یه مجیزگوی اونجا گفته بهش بگید آقا پیشوا، هیتلر هم از فردا شد پیشوا. اون یکی قول نقله که حسن روحانی گفت امام، این آقا هم خوشش آمد، گفت چه چیز خوبی، منم تنه میزنم از نظر لقب با علی ابن ابی طالب، به منم بگید امام. حالا قبلش هم امام موسی صدر رو اینا رو میساختن این داستان. بعدشون نمیاد آدمای پوپولیست، بعدشون نمیاد. شما به مراجع تقلید ما رو نگاه بکنید، حجت الاسلام و المسلمین، ثقه الاسلام و المسلمین، آیت الله العظمى، دیدید همه حلقا و عنابی. چون سوار بر تودن، سوار بر امتن، مردم اینا لقبا رو میچسب. ایمان سلیمانی همین سیبا نیست آخه، بیاد ما دیدیم. اما اگه بگی آیت الله العظمى ایمان سلیمانی، اوه تمام شد، یه هرچی بگه درست. نعلینش رو باید بوسید با این القاب و عناوین که کسی نمیکشدش. چرا؟ چون معتقدن مردم همون شعارها رو میپذیرن، همون حرفا رو میپذیرن. چرا اینقدر بین ما ایرانی ها اینقدر لقب دکتر اهمیت داره فکر میکنید؟ اونقدری که مثلا در جهان شما نمیبینید که ای آی دکتر فلانی، آی دکتر فلانی نمیگن، اما در بین ما ایرانی ها خیلی معروفه. تازه نگی هم طرف ناراحت میشه، اگه نگی آی دکتر فلانی بهش بر میخوره، آقا چرا نگفتی، حسودی، ما رو دوست نداری؟ چون میدونه اون عنوان دکتری جای دلیل رو پر میکنه، مردم هم دلیل نمیخوان. دکتر واقعی کسیه که وقتی یه حرفی میزنه 10 تا دلیل کنارش بذاره، چون مدعیه که علم داره. وقتی علمت زیاده دلیلت هم باید برای اقامه گزارهات بالا باشه. اما وقتی میگی من یه چیزی میگم شما بپذیر، تحت عنوان دکتر داره خرد ورزی نیست. اما برای مردم پوپولیس بله راحت میپذیرم، دکتر بگی تمام. از بسیار خطرناکی که فهم کنی اندیشه های حتی درستی هم که وجود داره در قالب ایدئولوژی و اونم ایدئولوژی انقلابی میتونه تا چه اندازه تبدیل بشه به اندیشه های پوپولیستی. دیگر مشکلی که یک ایدئولوژی انقلابی به بار میاره ساختار هست. یعنی شما وقتی میای بلافاصله همه ساختارها رو که اندکی ممکنه در اون وعده هایی که دادید، حالا کارا هم هست، مثلا بعضی از سازمان ها درسته حالا در یک نظامی ممکنه باشه نظام استبدادی باشه، اما بعضی سازمان ها بد نیست. مثل ارتش، مگه میشه کشوری بدون ارتش باشه؟ نه. اما شما میای میگی این ارتش، ارتش شاهنشاهیه، کلا باید همه رو تصفیه بکنه. این صحبت ها بود، یعنی زمانی در مجلس صحبت ها میشد. من یادم یه سخنرانی بود این آقای مصطفی چمران انجام داده بود، قصد و نیت یه سری از این افراد این بود که بریم داخل ارتش یه تصفیه حساب عمیقی انجام بدیم، چون این ارتش از سر تا پا شاهنشاهیه. حالا همون ارتشی بودن که خیلی هاشون اصلا اومدن به سبب انقلاب، تازه اون دون دانه درشتاش هم اومده بودن، اون بدنه ها که دیگه باز جای خود، اون دانه درشتاشون با انقلابیون اعلامیه بیطرفی و یه سری روابطی هم داشتن. اما یه عده اومدن شروع کردن تصفیه بود. اصلا نیاز به ارتش ما نداریم، بعضی اصلا این بحثاش و صحبت ها رو میکردن. آره یه ارتش نیروی متخصص هن، افرادی هن که دوره دیدن، آموزش دیدن، یه سری کار فنی میکنن، یه سری کار بله در سلام های نظامی هم شرکت میکنن، چه بسا شاه مملکت اومده سان دیده، خب اینو چه ایرادی داره؟ بله. اما همه رو به پای این میذارن که این ارتش باید از بین بره. همینطور بقیه ساختار شما برید نگاه کن، در خیلی از انقلاب های شعارها داده میشه، قطعا بعضی ساختارها معیوبن باید عوض شن، اما بعضی ساختارها معیوب نیستن، نیاز به تعویض کلی نیست، یه مقدار تغییرات جزئی در اون کافیه. اما ایدئولوژی انقلابی این کارو نمیکنه. شما دیدید چند سال دانشگاه های ما رو بستن،
که بیایم مثلا دانشگاه ها و کتاب ها و همه رو اسلامی بکنیم. یه سری اساتید دیگه شاخص بودن، حذفشون کردن، کنار گذاشتن، یه سری که از ترس فرار کردن. کتاب هایی که سالها از طریق اندیشه و خرد و دانش و معرفت نوشته شده بود پاک کردن که بریم اندیشه های اسلامی بیاریم، اون سروش رو نمیدونم، اون زیبا کلام ها و افراد دیگری که آره بزرگتر دان رشتشون بودن تو فضا. چه کردن با دانشگاه ما؟ بر سر همون ایدئولوژی که انقلابی شده بود. هر انقلابی یه سری ساختار معیوبن که باید عقب رانده بشن، درست. اما بخش های از این ساختارها نیاز به اون تغییرات عمیق نداره، اما شما میای و اونها رو تغییر میدی، میای اونها رو دگرگون. و این مشکلات بزرگی در درون جامعه ایجاد. وقتی صحبت از هانا آرنت کردم، میخوام نگاه بکنیم برخی ویژگی هایی که آرنت در کتاب های خودش آورده که در درون جامعه ای مثل آلمان رخ داده، در درون جوامع کمونیستی رخ داده و شبیه ما هم اونا رو داریم میبینیم. ویژگی هایی که از منظر آرنت خیلی دقیق هم، خیلی بدی هم به نظر من. حالا یه آرنت یه تعبیر هم داره در چیز جالبیست. آرنت میگه حکومت های توتالیتر، یعنی حکومت های فراگیر، تمامیت خواه که همه جنبه ها رو میخواد، اینا حکومت های غیر قانونی نیستن، دقیقا حکومت های قانونی هن. و مشکلشون هم بر سر همون قانونه. یعنی شما فرض کنید یه حکومت خودکامه است، دیکتاتوریه. حکومت دیکتاتوری یعنی حکومتی که قانون نداره. حکومت خودکامه حکومتی است که قانون نداره، هرچی به کام منه. مثلا قانون میگه الف، من که یک حاکم خودکامه هستم میگم نه خیر، این الف مطابق کام و میل من نیست. من به خودم و کام خودم نگاه میکنم، میگم آقا من میگم به. رژیم گذشته حکومت خودکامه بود، قانون بود، این شاه دستور میداد اون. در بخشای غیر قانونی به ما این حکومت خودکامه. اما حکومت توتالیتر وحشتناکه. به چه دلیل؟ به این دلیل که ظاهر قانونی داره اما قانونش توتالیتره. یعنی سید علی خامنه ای امروز غیر قانونی رفتار نمیکنه. ممکنه قانونی رفتار بکنه اما قانونش غیر انسانی است. اتفاقا به دلیل اینکه قانونی رفتار میکنه ما این وضعمونه. اسلامی رفتار میکنه این وضعمونه. اون جایی که اسلامی رفتار نکنه که خیلی خوبه. مشکلی که چون اسلامی داره رفتار میکنه و امر به معروف، درسته؟ قانونش کردن برگرفته از شرع هم هست، امر به معروف و نهی از منکر هم هست، این آقا داره اجرا میکنه. بدبختی ما سر چیه؟ در اینکه این داره این قانون اجرا میکنه. من در برنامه علی ابن ابی طالب چی رو عرض کردم؟ گفتم امام زمان شیعه که مطلوب به حتی برخی از این نوع اندیشان هم هست بیاد، بعض ما خیلی بدتر میشه، چون ویژگی هایی داره که میخواد قوانین اسلامی رو اجرا بکنه. پس در نظام های توتالیتر مبنا یک قانونه که حالا برگرفته از اون بحث های ایدئولوژیکی بود که من مطرح کردم. در کمونیستی بحث طبقات مطرحه، در آلمان بحث نژاد مطرحه، در ایران بحث دین مطرحه. خب اون دین مبنایی میشه برای قانون گذاری. قانونی که بر اساس دین بیرون میاد اجرا میشه، حاکم هم داره اون قانون اجرا میده. اون قانونی که میگه باید بری زندگی مردم رو سرک بکشی. من عرض کردم ویژگی اسلام یکیش توتالیتر بودنه. یعنی اسلام به حوزه خصوصیت هم کار داره. اینطوری نیست که تو آزاد باشی، هر لباسی بپوشی، با هر کسی رفت آمد بکنی، هر غذایی رو بخوری. نه خیر، بعضی قرار غذا حرامه، شلاق میخوری. تو آزادی که بری مشروبات الکلی بخوری، اسلام میگه نه خیر. تو آزادی بری گوشت خوک بخوری، اسلام میگه نه خیر. تو حاضری مثلا بری قمار بکنی، میگه نه خیر. حق نداری این کار رو بکنی، تعذیر میشی. حالا میخوای بگی این چیز شخصی منه، اسلام اینو قبول نداره. بنابراین وقتی اینا قانون شد، هانا آرنت میگه این وضعیته که
نفس جامعه رو میگیره. تازه اون آقای خودکامه حداقل به زندگی خصوصیت کاری نداره، آقا برید راحت باشید، این بخشایی که به من مربوطه کار نداشته باشید، چون روی ایدئولوژی سوار نیست. ما سید علی خامنه‌ای روی ایدئولوژی سواره، ایدئولوژی که به زندگی شما کار داره. هیتلر سواره، لنین و استالین سواره. برای همین حکومتشون قانونی است. اتفاقا وقتی الان برید پیش سید علی خامنه‌ای بگید چرا جنایت میکنی، 10 نمونه از این جنایت توسط پیامبر اسلام وسط ارائه از نیاز او ارائه کنه. ما خودمون این کارو میکنیم. مگه زندگی علی رو بررسی میکنیم؟ نشان نمیدیم سرکوب مخالفانش رو. ولی مسئله بسیار مهمی است. یک انسان خودکامه ممکنه رحمتی و عطوفتی برگرده به عقب، یه نصیحتی بپذیره، اما یه انسان حل شده در ایدئولوژی نمیپذیره. میگه خدا بر من غضب میکنه. عبدالکریم سروش گفته بود این خمینی شبها نماز میخواند و اینها، خوف خدا داشت. باز اینو جز مزایای این آقا بدونی. من عرض کردم اتفاقا این جز معایب یه آدمیه. یعنی کسی که از خدا به اون شکل میترسه در اجرای فرامین و احکام خدا هم خیلی جدی است. شما اگه تو خونه مادرتون آدم منعطفی باشه، دو تا دستور بده شما ممکنه گوش ندی، بگید حالا برش. اما پدرتون اگر آدم خشنی باشه میتونی حرفش گوش ندی، چون میدونی از خونه بیرونت میکنه، کتکت میزنه، پول تو جیبیت نمیده، با اون دیگه نمیشه شوخی کرد. بنابراین اگه بگه برو این کارو بکن، بلافاصله میده انجام. ترس از خمینی برای همینه که او از خدا خوف داشت، خدایی که اینا رو دستور داد. اگر آدمی بود که خوف خدا نداشت، تازه ما میتونیم امیدوار باشیم که یه جایی احکام الهی را انجام نده، چون نمیترسه از خدا. اما وقتی از خدا میترسه، شما باید منتظر قصاص باشی، منتظر کشتار جمعی باشی، منتظر شکنجه در زندان ها باشی، چون همینا در ایدئولوژیش تبیین شده. این بحث ادامه خواهیم داد در نوبت آینده. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، موفق باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف